اوایل خرداد امسال پلیس پایتخت در جریان ناپدید شدن مردی ثروتمند قرار گرفت. این مرد مقیم آمریکا بود و چند روزی بود که برای دیدن اقوامش به ایران اومده بود. اما آخرین باری که به دیدن دوستش یاسر رفت، ناپدید شد و دیگه کسی ازش خبری نداشت. اگه به پرونده‌های جنایی ایرانی علاقه دارین، حتما با کانال ما همراه باشین. حتما هم کانالمون رو سابسکرایب کنین و با لایک و کامنت ازمون حمایت کنین. با شروع تحقیقات پلیسی، تیمی از ماموران اداره چهارم پلیس آگاهی وارد عمل شدند. تا اینکه چند روز بعد، جسد سوخته مرد گم شده توسط یه چوپان در بیابونای اطراف کرج کشف شد. با بررسی پزشکی قانونی مشخص شد این مرد ثروتمند ابتدا با ضربات چاقو به قتل رسیده و بعدش جسدش به بیابون آورده شده و آتیش زده شده. اولین مظنونی که توی این پرونده وجود داشت یاسر دوست مقتول بود، یعنی همون کسی که مقتول خونه رو آخرین بار برای دیدنش ترک کرده بود. برای همین تحقیقات پلیس روی این فرد متمرکز شد. توی تحقیقات مشخص شد یاسر همون روزی که مقتول گم شده سوار ماشین مقتول دیده شده. سرایدار ساختمون مقتول میگفت اون روز دیده که یاسر ماشین مقتول جلوی خونش پارک کرده و با عجله از اونجا فرار کرده. به گفته سرایدار یاسر به شدت دستپاچه و سراسیمه بوده و گفته مقتول دستش بنده و مشغول انجام کاراشه، برای همین از من خواسته ماشین رو بیارم و جلوی خونش پارک کنم. با گفتای سرایدار خونه شک پلیس به یاسر بیشتر شد و دستور بازداشتش صادر شد. به سرعت تیمی از مامورای پلیس برای دستگیری یاسر عازم محل زندگی شدند. اما با رسیدن مامورا مشخص شد یاسر اونجا رو ترک کرده و از اونجا فرار کرده. برای همین از اونجایی که احتمال داده میشد تنها مظنون این پرونده از کشور فرار کنه، حکم ممنوع الخروجی صادر شد و تحقیقات برای دستگیریش ادامه پیدا کرد. چند روز بعد ثبت حکم ممنوع الخروجی یاسر، مشخص شد یاسر با تهیه بلیط قصد داشته به ترکیه فرار کنه، اما به محض رفتن به فرودگاه موقع چک پاسپورت متوجه ممنوع الخروجی شد و با عجله فرودگاه رو ترک کرده و از تهران خارج شده. بررسی ها نشون میداد یاسر خودشو به شهرهای مرزی رسوند و قصد داشته به صورت غیرقانونی از کشور خارج بشه. اما یاسر که زیر چتر اطلاعاتی قرار داشت توی همون شهر مرزی دستگیر شد و به تهران منتقل شد. یاسر که خرداد امسال دستگیر شد توی بازجویی‌ها به طرز عجیبی قتل و انکار میکرد. این در حالی بود که کارت‌های آبربانک مقتولم تو جیبای یاسر کشف شده بود و بررسی‌ها نشون میداد یاسر روزانه حدود 50 تا 100 میلیون تومان از حساب‌های مقتول برداشت می‌کرده. با همه این شواهد بازم یاسر منکر قتل بود و میگفت با مقتول توی یه باشگاه ورزشی آشنا شدم. با اینکه تفاوت سنی ما زیاد بود اما یواش یواش رابطه ما صمیمی شد. تا جایی که کارت‌های بانکیشو بهم داد تا کارهای مالیش انجام بدم. یاسر ادامه داد من خودم رستوران دارم و وضع مالی خوبی دارم. من اصلا نیازی به مال و اموال مقتول نداشتم که بخوام ازش دزدی کنم. آخرین باری هم که مقتول دیدم با هم برای خوردن کله پاچه قرار گذاشته بودیم. بعد خوردن صبحونه رسوندمش سمت میدون تجریش چون میگفت یه کاری اونجا داره. بعدش هم ازم خواست منتظرش نمونم و ماشین رو ببرم جلوی خونه و تحویل سرایدار بدم. منم همین کارو کردم و بعد اون دیگه هیچ خبری ازش ندارم. در مورد برداشت پولم چون ما با هم کار میکردیم و حساب کتاب داشتیم، برای همین کارتاش پیش من بود و با درخواست خودش من پولا رو از حسابش بر میداشتم. چند وقتی من ازش بیخبر بودم تا اینکه بلیط گرفتم برم پیش خواهرم که ترکیه زندگی میکنه یه سر بهش بزنم. اما توی فرودگاه متوجه شدم که ممنوع الخروجم. فکر میکردم که به خاطر بدهی مالیاتی ممنوع الخروجم. بعدشم رفتم سمت شهرستان سراب که یکی از دوستامو ببینم. اما پلیس فکر میکرد که میخوام غیرقانونی از کشور خارج بشم، در حالی که اصلا اینطوری نبود. در حالی که یاسر مدعی بود تمام پولایی که برداشت میکرده به درخواست خود مقتول بوده، اما تحقیقات نشون میداد تمام برداشتها بعد مرگ مقتول بوده. دلیل دیگه ای هم که حکایت از قاتل بودن یاسر داشت همین نقشه فرارش از کشور بود.
از طرف دیگه هم گفته های سرایدار خونه که گفته بود یاسر دستپاچه بوده باعث شد که دیگه پلیس شکی نداشته باشه که کسی جز یاسر قاتل نیست. برای همین یاسر در اختیار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت، اما تو مدت ها حاضر نشد که اعتراف کنه. یاسر توی بازجویی با عجیبترین شکل ممکن قتل و انکار میکرد، تا اینکه دیروز 24 بهمن بعد از 8 ماه سکوتش رو شکست و اسرار این جنایت وحشتناک رو فاش کرد. یاسر گفت مقتول یه ورزشکار حرفه‌ای بود و آشنایی ما توی باشگاه بدنسازی شکل گرفت. توی مدت رابطه خیلی صمیمانه‌ای داشتیم و همه حرفاشو به من میزد. میدونستم که مقیم آمریکاست و ثروت خیلی زیادی داره. هرچی که پول توی آمریکا در می آورد اینجا ملک و املاک می خرید و برای همین وضعش خیلی خوب شده بود. اما یه نقطه ضعف داشت، اونم این بود که راحت به آدم ها اعتماد می کرد. جوری که یکی از دوستاش سرشو کلاه گذاشت و زمین 2600 متریشو که ارزش زیادی هم داشت تصاحب کرد. وقتی این موضوع به هم گفت تصمیم گرفتم بهش کمک کنم. اتفاقا موفق شدم و تونستم ملکشو بهش برگردونم. ولی توقع داشتم در ازای انجام این کار مبلغ قابل توجهی بهم دستخوش بده، اما هیچی نداد. همین باعث شد ازش کینه به دل بگیرم، تا اینکه روز حادثه به بهانه چیدن توت بردمش با توی همونجا بهش ناراحتیمو گفتم و بهش گفتم باید دستمزدمو بدی، اما هیچ جوره قبول نمی‌کرد. منم عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم. چاقو رو عجیبم درآوردم و چند تا ضربه بهش زدم. وقتی مطمئن شدم که مرده جسدشو بردم کرج و تو بیابونای همون محدوده آتیشش زدم. بعد قتلم کارتای آبربانکشو دزدیدم و باهاش دلار خریدم. بعدشم بلیط خریدم که از ایران خارج بشم، اما متوجه شدم که ممنوع خروجم. برای همین راهی مرز شدم که قاچاقی از کشور خارج بشم، اما توی همون شهر مرزی دستگیر شدم. با اعتراف یاسر معمای 8 ماهه این جنایت حل شد و یاسر قراره برای بازسازی صحنه قتل به محل جنایت برده بشه و تحقیقاتو کامل کنه. ممنونم از شما که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. خوشحال میشم اگه کانالمو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو زیر همین ویدیو با هم به اشتراک بذارید.